خوش آمدین و سلام مجدد تقدیم میکنم به ویده هیسان کمین هکلون به برنامه خودشان برنامه نسیم صبح پیوست در بخش فکر نو قرار داریم و یک از جوانوی خلاق ولایت چلوچان ما با ما هستن و سلام صبح بخیر داریم خدمت از اینا محمد تمیم شاید رئیس اجتماعی سازمان اجتماعی و مدنی جوانان روشن فکر به نظرم صبح تون بخیر باشه. سلامت تشکر. سلام خدمت مردم با عزت ولایت جوزجان و شما دو گوینده موفق تلویزیون بیک. خیلی خوش آمدید نگم آقای شاهد. میشه در نخست از آقای محمد تمیم شاهد بپرسیم که زندگیشان از شروع تا هنوز بر ما بگن که چگونه زندگی داشتن و تا این مرحله از زندگی چگونه سپری کردن؟ خب زندگی هر بار که یک جوان زندگی را شروع میکنه مشکلات خود می داشته باشن و زندگی را ما تعریف های مختلف از او داریم که مهمش مبارزه است. اگر ما در مقابل زندگی و همون واقعاتی که در زندگی رخ میده استادگی کنیم، این بهترین روش پیروزی یک جوان و یک مرد و یا خانم واقعی است. خب ما شما همچنان رئیس یک سازمان هستید، میشه برای ما بگویید که چقدر وقت میشه ایده جوزجان است و کدام فعالیت ها بیشتر روش کار میشه؟ خب ان قریب یک سال میشه که سازمان اجتماعی و مدنی جوانان روشنفکر در ولایت جوزجان آغاز به فعالیت کرده. ما در بخش های مختلف کار کردیم و فعالیت کردیم، از قبیل حرکت های مدنی بوده، سیمینار های هفتوار، ماوار ما داشتیم در سازمان خود، مثلا سیمینار یک روزه تحت عنوان حقوق زن بالای مرد و مرد بالای زن، و همچنان در بخش تکنولوژی هک ساختن فیسبوک و هک ساختن کامپیوتر و تلفن بخش های مختلف داریم که هفتوار ما سیمینارها در سالن سازمان و در ریاست اطلاعات فرهنگ و بخش لینکن ما اجرا میکنیم. خیلی خوب، همین سیمینارها و ورکشاپ هایتون چگونه هست؟ آیا مفت و رایگان است یا که در مقابل کدام هزینه همچنان دیگر می پرسن؟ نه خیر، فعالیت های ما و خدماتی که انجام میدیم هیچ گونه پول از کسی ندریافت میکنیم، این کاملا رایگان است و فقط هدف ما خدمت به جوان است و آگاهی دهی در مورد مسائل مختلف است. خب قسمی که بفرمایید شما همچنان رئیس ای سازمان هستید، میشه برای ما بگویید که بعض نامش همچنان پیداست که جوانان روشن فکر، چقدر جوان ها در اینجا هستن و بیشتر دختر خانم ها هستن یا سابقه ذکر بیشتر است؟ ما از بخش های مختلف و همچنان از طبقه و ناس و ذکور ما در سازمان داریم، مسئولینی که میتهای ما هستن با ما کار میکنن و همکار با ما هستن. تقریبا ما 500 عضو داریم در سازمان خود که قریب یک سال میشه، همیشان رضاکارانه با ما هستن و در برنامه ما اشتراک میکنن و همیشان بخش های مختلف مسئولیت های خود را با خود دارن و دست به دست هم داده به پیش میره. خیلی خوب، قسمی که گفتین 500 عضو داره این سازمان، آیا رفت آمده دیگر مثلا اشخاص هستن که میخواین بپیوندن در سازمان شما؟ آمدن اینها کدام لایحه یا کدام قانون هست که اونا باید بپذیرن داخلشان یا که به شکل عادی میتونن اینا داخل سازمان شون؟ در اساسنامه ما داریم که هر جوانی که عضویت سازمان میگیرن اونا باید در اول مقدار پول را بپردازن و عضویت حاصل کنن. اما در اوایل ما به مو شوق علاقه مندی جوانا و شما در جریان هستین که همی روز به روز همی بستر فقر زیادتر شده میره و جوانای ما پرداخت عضویت نه که حتی پرداخت فیس یک کورس هم نداره و ما بر اونا فقط مقداری که در اساسنامه درج بود اونا را تخفیف کردیم، یعنی نصف کردیم که شما میتونید و کسایی که مستحق هستن و ندارن علاقه مندی زیاد دارن اونا را به شکل رایگان ما جذب کردیم. خیلی خوب، تشکر. همچنان آقای شد برای ما بگن که غیر از اینا شما چی مصرفیت ها داریم و کدام کار را در قبال ازی انجام میدید؟
بدون یزی ما قبلا کارمند ریاست مخابرات بودم و فعلا در دفتر اکتیت وظیفه انجام میتم و سازمانم جاتر کارایش معاون سازمان است و مو روزایی که من رخصتی دارم و بیکار هستم باور بکنیم که حتی شبانه کوشش میکنم که یک برنامه جدید و یک برنامه در خاطر سازمان داشته باشم و بعدا امو روزایی که ما تقسیم اوقات داریم نظر به تقسیم اوقات امو جلسه خود دایر میکنیم و روی برنامه بحث میکنیم. خیلی خوب، همان قای شاهد قسمی که خودتان یک جوان خیلی فعال هست، ولایت جوجان هست، اینکه تا کنون در دادخواهی بودین و تا اندازه بیشتر بر مردم افغانستان یا مردم جوجان خدمات راه ارائه کردین. میشه بگین قسمی که از نامی سازمان هوایدا هست، جوانان روشن فکر، چی دیدگاه شما دارین در مورد خود جوانان که در ولایت جوجان زندگی میکنن، که تا چی اندازه این جوانان که در ولایت جوجان زندگی میکنن روشن فکر هستن و چقدر رو به ترقی و رو به روشنگری هستن؟ خب در مورد روشن فکری و روشنگرایی اگر هر اندازه صحبت کنیم این کفایت نمیکنه. میایم به این میپردازیم که به چی اندازه جوانان در جوزجان روشن فکر شده و طرف روشنایی و روشن فکری در حرکت هستند. ما همه روزه با جوانا نشست و برخواست دارم. ماشاءالله جوانان ما روز به روز از او فکر و افکاری که قبلا در ذهنشان حک شده بود اونا روز به روز حقیقت را دریافت میکنن و به طرف روشن فکری و آزادی و استقلال خود حرکت میکنن. این خیلی یک دستاورد بسیار بزرگی برای جوانان و همشهریان ولایت جوزجان است. خیلی خوب، تشکر. و همچنان میشه برام بگویید که شما در آینده چی پلان ها دارین و به خاطر سازمان و همچنان به خاطر جوانان کدام فعالیت ها رو روی دست گرفتین؟ در آینده ما یک ماه قبل یک تایم کورس 3 ماهه فن سخنرانی را با همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ شعبه آمریت جوانان ایجاد کردیم که ان قریب 120 جوان در او اشتراک کرده، یک ماه از درسایشان گذشته و ما هفتوار روزای شنبه 2 الی 3 در لینکن کارای عملی داریم و او جوانان را می خواهیم که درستر و آماده تر به مجامعه تقدیم کنیم و نظر به شوق علاقمندی جوانان و زنگای دوامدارشان ما را وادار به این ساخت که ما یک تایم دومی فن سخنرانی را امروز در سالن لینکن ایجاد و افتتاح کنیم به خاطر جوانان. هدف ما در کل خدمت است. خیلی خوب، یکی ما علاقمند پول و ثروت زیادی نیستیم و هر جوانی میتونه که به سازمان مراجعه کنه و سازمان همکارشان است و سازمان یک خانه و یک آدرس مستقل به اونا خواهد بود. خیلی خوب، تمویل کننده سازمان کی هست؟ آیا کسایی که عضویت سازمان داره خودشان تمویل میکنه، این کسایی هستن که بیرون تمویل کننده مالیش باشن؟ نه خیر، ما تمویل کننده مالی نداریم. سازمان ما از هیچ آدرس حمایت نمیشه، از هیچ آدرس حمایت نمیشه. همی چند جوانی که وظیفه انجام میتن و کارمندای مؤسسات و دوائر دولتی سن با ما دوست و همکار هستن، اونا ماوار امو مکانی که ما کرایه گرفتیم تقسیم میکنیم که اونمو پرداخت پولشان است از می جوانایی که مسئولینی که میتا هستن به دست بیاره. بسیار تشکر. پیام شما برای هموطنان عزیز ما و برای جوانای روشن فکر چی هست؟ پیام به جوانان همی است که ما در برنامه قبل نام گفتیم و پیام ای است که بیاین روشن فکر شویم، به طرف روشنایی و روشن فکری حرکت کنیم و به خاطر وطن خود و ملت خود یک خدمتی بدانیم. خدمت ما باید به اساس پول و ثروت این مسائل نباشه، باید ما رضاکارانه عمل کنیم. اگر ما بخوایم رضاکارانه عمل کنیم و 24 ساعت خود یک ساعت او را رضاکار کار کنیم، شما باور داشته باشین که ما از این بدبختی که در این وطن ماست نجات میابیم.
خیلی سپاس سپاس مندی میکنم از شما که امروز مهمان در برنامه نسیم صبح بودین. امیدی که ایزان که تا انوز بیننده ما بودن از کارگردهای شما و کارگردهای سازمان تان آگه داشته باشن، اونا هم چون اگر دلچسپی بهی داشته باشن که معلوماتشان بیافتن و یک شخص روشن فکر باشن شمولیت در سازمان شما بگیرن و بیشتر روشن فکر شوند.